مافیای اون فضایی که توش هستی رو، جایی که دنبال مشتری هستی رو بیا تعیین کن. حالا جغرافیا رو تعیین کردی، قدم بعد بهت میگه که بیا و تارگت آدم‌هایی که دنبالشی رو مشخص کن. به فرض مثلا شما دنبال این هستی که مثلا دنبال این هستی که بیای افراد گروه سنی 18 تا 36 سال رو انتخاب کنه، به شما اجازه میده که گروه سنی رو مشخص بکنه، حتی به شما اجازه میده که جنسیت افراد رو مشخص بکنید، زن باشن یا مرد باشن. تمام این امکان رو به شما میده که شما با این حرکات بتونید به کجا برسین، عملا به اینجایی برسین که اون تارگتی که واقعا شما دنبالشین شما رو ببینن. این باعث میشه که یه عالمه از پولی که دارید خرج میکنین اون از بین نره. بذار ببینیم از اینجا بریم نشونم میده صفحه رو. یه عالمه از پولی که دارید هزینه میکنین، بله بالاخره یه چیزی آوردش، یه عالمه از اون پولی که داری هزینه میکنی رو برای تو به اجازه کنترل میده. این سمتی که دارید میبینید سمت چپ به من اجازه میده که من تعیین کنم که کجا میخوام نمایش داده بشم. ایجا نگاه کنید، من مشخص کردم اینجا مثلا 18 سال تا بالای 65 سال من همه رو میخوام، یا نه میتونم برم توش دست ببرم و بگم که من اینا نمیخوام و مدل این آگهی است که چون قبلا داشتم مثلا اومده رو این دست من رو باز میذاره. به من میگه تو مرد میخوای یا زن میخوای، بین درجه سنی تو تعیین کنی که تو چه گروه سنی یا کن، از 18 سال یا کمتر میشه که از 14 سال داره تا هر گروه سنی که دنبالش هستی. پس زن و مرد و جنسیت رو مشخص میکنی، میای اینجا، بعد میای چیکار میکنی؟ اینجا تارگت رو مشخص میکنی، حتی میتونی تارگت رو بیای شهری کنی. یعنی شما به جایی که بیای حالا کشوری و سطح کلونی باشه میتونی کشوریش بکنی، شهریش بکنی. بعد وقتی شهری میکنی تازه به اجازه میده که هر چی خواستی تو این نقشه باش بازی کن، کم و زیاد کن، حجم مایلش رو کم و زیاد کن. بگو من میخوام برم جلوتر 25 مایل تو من با فاصله 25 مایل رو مثلا میکنم فاصله 10 مایل. یعنی چی؟ یه دایره خیلی کوچکتری رو من نمایش برام بده. دوباره میرم پایین تر، به من میگه اینا میتونیم مشخص بکنه تو چه درجهش، تو چه تیپ علایقی دارن. مثلا تو زمینه بده سری خودشون پیشنهاد میدن دیگه، مثلا این به خاطر مدل اون صفحه که الان میخواد تبلیغ باشه، میگه اگه تو یه کتگوری آرتس و میوزیک رو انتخاب بکنی 1 میلیارد نفر این آدم هستن که بالای 1 میلیارد نفر آدم به این قضیه علاقمندن. گرچه یه خورده که میری پایین تر چون جغرافیا رو تغییر دادی اینا هی کم میکنه کم میکنه و میرسه به یه عدد مشخصی که تو بهت بگه خیلی خوب این عددیست که تو میخوای، یعنی الان با این پولی که میدی این نمایشت میشه اینقدر. بریم پایین تر ببینیم چی میگه. خب آدینس رو مشخص کردیم، اصطلاح میگن آدینس این همون مخاطب، مخاطب رو مشخص کردیم. میریم سر تو صفحه، شما یه ابزارهایی بهتون هست، اونایی که خیلی ادورتایزر حرفه‌ای‌ان میتونن بیان هی تعیین کنن اینجا ابزار اون اینو سیف کنن این مخاطب رو و اون دایره رو بگن آقا من این دایره رو گذاشتم برای این. مثلا هر کدوم از اینا که میرید اسم اینجا اینا یه آدینس یا مخاطب مختلفی رو نشونه میره، افراد مختلفی براش فکر شده دربارش. میایم پایین‌تر میگیم به من میگه باجت بده. حالا هر کس به اندازه جیبش، اینجا مثلا از $5 در روز به باجت میده تا هر عددی که خودت بخوای، میتونه تا $20 یا این که عددی که دلت میخواد در روز تعیین کنی. خب و خودش هم داره میگه که تو با این پول به چه تعداد آدم در روز میرسی. مثلا میگه اگه $20 بدی بین 7 نفر تا 29 نفر در روز تو رو این ادورتایز تو رو خواهند دید. بعد میتونه تعیین کنی زمانش رو، در چه دوره زمانی این اتفاق بیفته. یه بهت سری آپشن میده، یه سری هم میتونی خودت بذاری و بهت میگه آقا تو اینقدر داری پول خرج میکنی. بعدش هم که دیگه حالا روش پرداخت تو از این حرفا. اما اینجا یه آپشن های جالب دیگه که حالا الان تو گوگل و اینا هم اومده، تو همینم به صورت حرفه‌ای میشه روش بعدا مانور بدید، این هست که چه روزی از هفته و در چه ساعت هایی اصلا نمایش داده بشه، اینها رو هم میتونید تعیین کنید. تو بخش این ورش که نگاه میکنید ببینید
یه چیز بسیار مهمی که الان همه دنیا درگیرش شده، الان اینجا پاش باز شده. اونم چی؟ اونم بحث موبایل. که میگه اصلا اینه که تو داری میبینی به شکل موبایل این شکلی میشه این ادورتایزد. آیا میخوای به این شکل باشه؟ دوست داری که به همین شکل نگهش داری و تو موبایل به همین شکل شمایل نمایش داده بشه؟ پس توی سیستم دسکتاپ نیوز فیدش اینطوری میشه قیافش، توی موبایلش به این شکل میشه. و میاد میگه آقا تو ادورتایزایی که سمت راست نشون میده تو اونجا منظورش اینه، تو ادورتایزایی که سمت راست نمایش داده میشه اینجا تو فیسبوک میگه به این شکل نمایش داده. حالا انتخاب که کردی، پولتو انتخاب کردی و میری. یعنی ببین اینقدر ساده کرده که شما بدون هیچ تخصص خیلی ویژه‌ای هم میتونی سیستم تبلیغاتی خودتو به جریان بندازی و شروع کنی تبلیغ کردن و برای کار خودت هزینه کردن و تو سوشال میدیا بیزنس خودتو معرفی کردن. اما همه قصه فقط این نیست. یعنی همه قصه به این شکل نیست که همه قصه به این شکل نیستش که شما فکر کنید که الان چون من اینقدر به زبان ساده اومدیم و رفتیم و زدیم. واقعا به همین سادگی میشه ادورتایز داده انجام داد و هرچی بیشتر باش بازی کنید، تست بگیرید. اونجایی که میدید مخاطبای مختلف من تعریف کردم، دلیلش این بود که ما هر بار یه مخاطبی رو با یه سری علایق مختلف تعریف میکردیم، میرفتیم علایق مختلف و درجه سنی مختلف و جغرافیای مختلف میرفتیم نگاه میکردیم ببینیم که چیه، چه جوریه، چه خبره و از دل این چقدر جواب میگیریم و برمیگشتیم. اما یه مسئله بزرگی که اینجا پیش میاد این است که کی میتونه بگه که شما چقدر واقعا کدومه که از اینها اصلا چطوری میتونی آنالایزش کنی؟ قبل اینکه من اینو بگم دو تا جواب اینجا بدم. عبدالرضا میگه میشه بریم تو گوگل. این امروز داریم بحث چیز میکنیم، متاسفانه بحث سوشال میدیا است، گوگل رو بررسی نمیکنیم. گوگل هم بسیار پیچیده است. در جواب رایان که میگه فیسبوک از گوگل تخصصی داره، اصلا اینطوری نیست. گوگل دیگه اندشه، دیگه اندشه. یعنی اصلا یه امکاناتی به شما میده که اصلا یه 7-8 تا دور سر خودت میچرخی از بس که قوی کار کرده و خیلی خداست، خیلی خداست. من چند وقتی بود خودم رفتم نگاه کنم، رفتم دیدم اوه اصلا اینقدر ابزار اضافه کرده که اصلا یک چیز بسیار پیچیده‌ای شده. ولی مرز سنی، اون دلیلی که حالا مرز سنی رو بهت نمیده، حالا باید بری توش نگاه کنم، بحثی درباره جزئیات اون نمی‌کنم، ولی چیزهایی که گوگل بهت میده اصلا نمیتونه به فیسبوک بده. بعد چیزی که داره فیسبوک میده با روش دیگری داره بده. گوگل محدود سنی رو به این دلیل نمیتونه بهت بده که اون داره در واید رنج میده. استایل ادورتایزی که اونجا داری میکنی فرق میکنه، اون چطوری میتونه که مخاطبی رو با سن به تو بده، مگر اینکه تو یک تارگت مشخصی رو بهش بدی. در یه مثلا بگی این وبسایته که اونها مثلا مخاطب سن رو روش گوگل پارتنر است. حالا این بحثو بعدم میکنه. اما یه حرفی که همیشه در کلاس‌های مختلف با هم دیگه زدیم این است که شما باید بتونی آنالایز کنی کار خودتو. شما باید بتونی هر کاری که می‌کنی از دلش یه بررسی کنی، ببینی این کاری که کردی از توش چی در میاد، چی جواب میاد بیرون. این که فقط بری یه دونه تصمیم بگیری که آقا من از فردا برم این کارو بکنم جالبه، این به تنهایی چیزی رو از زندگی شما حل نمیکنه. من این مثال رو توی کلاس دیگه هم به شما گفتم. من یه سال تو فیسبوک اومدم یه تبلیغ رو گذاشتم و ده ها هزار نفر مثلا اومدن. سال بعدش اومدیم همون تبلیغ رو گذاشتیم با یه مخاطب دیگری تعریف کردیم و اینها، یه خودم پول بیشترم خرج کردم، فکر کنم یک دهم اون آدم اومد. در وهله اول در اون حکایت اون تکون اولیه گفتم که ما هم پول بیشتر خرج کردیم، هم مثلا اومدیم اینجوری کردیم، اینجوری کردیم فلان اینا، شما چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی دومی که حجم کمتری آدم اومد رو در وهله اول به عنوان یه ضعف دیدیم، به عنوان یه دونه اتفاق بد دیدیم. ولی بعد وقتی خود بیشتر فکر میکنیم میبینیم که خب مگه ما درست آنالیز کردیم؟ مگه ما سری قبل و با این سری رو فقط آنالیزمون باید عدد و رقم باشه که چقدر بازدید کننده اومده؟ اینکه الان رایان نوشته باید دید به ازای هر دلار چقدر بازدید کننده خواهد داشت، این غلطه.
به خاطر اینکه بازدید کننده که الان یه سری آدم هستن که برای تو بازدید کننده رو خیلی ارزان‌تر میارن، مهم این است که اون بازدید کننده که تو دنبالشی و اون چیزی که خودت بالاتر رایان میگه، میگه نرخ بازدید فروش از تبلیغ مهمتر، یعنی چی؟ یعنی ریزالت، یعنی باید یه آنالایزی انجام بشه که شما دنبال چی بودی. شما دنبال این بودی که فقط هر کی از هر جای یه جوری بیاد فقط اینجا رو بیزی کنه، شلوغ کنه، یا دنبال این بودی که شما به فروشی برسی، دنبال این بودی که دنبال چی بودی. اون اهداف رو باید در تبلیغی که میخوایم بکنیم تعریف کنه. پس الان یه قدم برمیگردیم عقب، میخوایم شروع کنیم تبلیغ کردن تو سوشال میدیا. در وهله اول گفتیم نگاه میکنیم ببینیم کدوم سوشال میدیا ما مخاطبین اصلی ما کجا دارن حضور دارن. اصلا یکی از قدمهای اولی که باید ببینیم آقا این تارگت مارکت ما تو کدومه که از این سوشال میدیا هستن. قدم دوم که میریم اونجا، میریم تارگت رو تا جایی که میشه نزدیک میکنیم به اونجایی که دنبالشیم، چه جغرافیایی، چه گروه سنی، چه علایق، همه اینا رو میایم اونجا. خیلی هم جذاب و خیلی هم خوبه، میشه روش بازی کرد، میشه تست گرفت. یعنی شما قبل از اینکه بیاید کمپین های گرون قیمت روش سرمایه گذاری کنید، بیاید با عددهای کمتر کوچولوتر تست بگیرید مارکت رو تو اون مخاطبی که تعیین کردید، ببینید چقدر به شما جواب میده، چقدر درسته. بر اساس اون بیاید عددتون رو ران کنید و برین دنبال اینکه ببینید که کجای کار هستیم و چقدر جواب گرفتیم و اگر اون چیزی بوده که میخواستیم ادامه بدید. خیلی ها میان سیستم عددشون رو برای این مبنا تنظیم میکنن که آرمان میگه تو فیسبوک هم تبلیغات لایف تایم داره، اگه داره چه زمانهای مناسبه؟ لایف تایم به چه معنا؟ اگر منظور اینه که تعیین کنه که چه زمانی این آگهی پخش بشه، من ازش ندیدم ولی دیدم که تایم رو توی اون ستینگ بعدیش یادمه، چون الان این کار رو نکردم توش ببینم، یادم نمیاد، ولی زمان رو تعیین کردیم که چه روزایی باشه. فکر کنم اینو مشخص کردیم، زمان بندی رو یادم، یا مشخص کردیم یا اینکه خودمون اومدیم دستی مثلا یه تایمی رو گفتیم این باشه، بعد دوباره مثلا نگرش داشتیم. فکر کنم یادم نمیاد حقیقتش الان، بعد نگاه کنیم، چون این تو این صفحه که نبود، شاید توی منیجمنتش، تو منیج کردنش، حالا در اینی که داریم صحبت میکنیم من تست میکنم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم شاید اونجا باشه. توی چیز، توی قصه خدمت تو عرض شود که بعد قدم بعدی که گفتم بعد چیکار کنیم، توی قدم بعدی من نمیدونم چرا نمیره توی منیج ادای ما، اصلا واردش نمیشه، اصلا نمیدونم چرا. این ادورتایزر قبلی من نشون نمیده که من بتونم از تو اونا به شما نشون بدم میشه این کارو کرد. ولی به هر حال شما در بعد از اینکه مخاطب رو اینجا، یعنی اول شناسایی کردی که چه سوشیال میدی، بعد اومدی مخاطبت رو به حد اقلی که میشد رسوندی که آقا من اینجا میخوام مخاطبینم رو، این تیپ مخاطب رو داشته باشم، تستاتون رو گرفتین، تستای کم و زیادی که گرفتین که اصلا تو چه دایره مانور بدین، چه حجمی از دایره مانورتون چی باشه و چی کار بکنین، در کنار این داستان شما هدف از اون مدل تبلیغ رو باید مد نظرتون قرار بدید. اصلا برای چی دارید میخواید این کار رو بکنید؟ شما هدفی که از میخواید در انتهای این تبلیغات به چی برسی؟ نمیاره، من هم چرا همراهی نمی کنه اون که من میخوام به شما نشون نمیده. شاید به خاطر اینه که در دو سه تا دستگاه الان، راست میگین، دو سه تا دستگاه الان لاگینن، شاید به این دلیل. راست میگین، بذار من در حینی که دارم به شما حرف میزنم یه حرکتی بزنم اینجا ببینم چه اتفاق میفته. چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که یکی از اتفاقات خیلی مهم تو این قصه این است که شما چرا، شما هدف باید تعیین کنید. ببینید آقا من میخوام در این تبلیغ، آخر این تبلیغ به کجا برسم، برای چی دارم این تبلیغ رو میکنم. وقتی تو سوشیال میدیا میری، داستان سوشیال میدیا این است که از این میخوام به سلز برسم، یعنی برای من ایجاد فروش بکنه، یا میخوام برای من ایجاد خدمت تو عرض شود که ترافیک بکنه، یا میخوام انگیجمنت رو ایجاد کنه، یا یه ایونتی رو تعریف کردم میخوام برایش ویزیتور تو ایونت هم بیاد. شما باید هی دنبال این بگردی ببینی که بر اساس اون سوشیال میدیایی که داری میری ازش چی میخوای به دست بیاری. اگر دنبال این هستی که
سلز اتفاق بیفته. پس بعد در انتهای داستان شما تو این آگهی که الان اینجا هست در این بغل گذاشته، بذار با هم دیگه صفحهشو ببینیم که شما هم ببینیم، وقتی که اینجا این آگهی رو اینجا داریم این بغل میبینیم، من الان رو این آگهی که کلیک میکنم بعد ببینیم که داره چی با خودش میاره. ببین این الان داره مستقیم منو داره میبره به یه دونه لندینگ پیج. حالا یه خوردم که دقت کنید این بالا رو که نگاه میکنین، این آدرسی که دارید شما اینجا میبینین، اینا دارن شناسایی میکنن که این ابزاری رو گذاشتن برای آنالایز کردن اینکه این آگهیشون چقدر جواب میده. این بالا چی نوشته؟ این وبسایت طرفه. بعد اینجا این پی پی سی سرویس سافتور دمو رو که میبینید نوشته سورس فیسبوک فلان 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 فلان. این اون کمپینی رو که توی فیسبوک تعریف کردن با این مشخصات که چی رو تبلیغ بکنه، دقیقاً مخصوص اون کمپین این لندینگ پیج رو تعریف کردن، اون آگهی که اومدیم توش این لندینگ پیج رو برایش تعریف کردن. حالا اینا خواهن فهمید در اثر اون نرم افزارهایی که گذاشتن که آنالایز کنن ببینن از این آگهی با این شکل و شمایل، از آگهی که گذاشتن با این شکل و شمایل اینا، خب این آگهیشو عوض کرد با اون شکل و شمایلی که گذاشتن به چه حجمی استفاده بردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون هدفهایی که تعریف کرده بودن و آنالیز میکنن که بهش رسیدن یا نرسیدن. شما این دو بخش رو وقتی تو هر جایی از تبلیغاتتون، فرق نمیکنه در هر مدلی از مارکتینگ که دارید کار میکنید، اگر حتی در بیزینستون دارید هم چیزی رو در نظر نگیرین، نه تنها بروز نیستید، نه تنها علمی کار نکردید، بلکه اصلا دارید در خلاف مسیر آب حرکت میکنید. چون امروز روزی شما ابزار